از تزیینات شعله زردمون جان، ای برادر جان، در خاک و خون پوشیده ای، ای هلال. شکلش هم بیاریم بریزیم، هم آغوشت من پس از پس. سلام به روی ماهتون، امیدوارم حال تک تکتون خوب و عالی باشه. من سلماز هستم، به کانال من خوش اومدین. دوستای قدیمی هم که از قبل با من بودن خیلی خیلی ممنونم بابت کامنت ها و لایک هایی که انجام میدین. امروز روز تاسوعا هستش، ما تصمیم گرفتیم یه مقدار شعله زرد درست کنیم و پخش کنیم. همونطوری هم که داخل فیلم میبینید، من از دیشب برنج رو پاک کردم، خیس کردم که امروز شعله زرد درست کنیم. برای نهارم دیگه چون وقت نبود، یه مقدار آبگوشت گذاشتم که ما دوره هم بخوریم، جای شما خالی. اگر دوست دارین که طرز تهیه شعله زرد خوشمزه یاد بگیریم و همراه ما باشین، تا آخر این ویدیو همراه من باشید و ببینید. برنجی که دیشب من خیس کردم برای شعله زرد نظری، من همیشه از برنج نیم دونه استفاده میکنم که از دیشب برنج رو قشنگ پاک کردم، چند بار شستم و داخل زعفرون و گلاب گذاشتم خیس بخوره که دونه های برنج کاملا رنگش برگرده و زرد بشه، هم عطر گلاب بره به خورد برنج. من حدود 2.5 کیلو برنج نیم دونه در نظر گرفتم برای شعله زرد امروز. اینم که خلال بادومه برای داخل شعله زرد، من پاک کردم شستم، الان داخل گلاب خیس کردم که عطر گلاب بگیره. سبزی خوردنم که برای ناهارمونه، اونم خلال بادومه ورشم برای تزیین روی شعله زردمون. اینجام که شکر داریم با گلاب، من نسبت 2.5 کیلو برنج رو همیشه 2 برابر شکر میزنم، یعنی الان این بسته های 900 گرمیه، 5 کیلو شکر نیاز داریم برای شعله زردمون، یه شیشه هم حالا یه تیز گلاب هم نیاز داریم، حالا عصر گلابش بستگی داره به جنس گلابی که استفاده میکنید. دیگه مرحله بعدیش رو داخل ویدیو تا آخر با من اگه همراه باشید میبینید. این قسمت هم که جاتون خالی یه آبگوشت حسابی بار گذاشتم برای نهار، قشنگ یه آبگوشت چرب و چیلی دیگه، چون میخوایم شعله زرد رو بپزیم و تا ظهر پخش کنیم سر شعله زرد هستیم، گفتم یه آبگوشت بذارم که دیگه درگیر نهار نباشیم، خیالم راحت باشه. این دیگه شعله زرد، این آبگوشت، هی میگم شعله زرد، آبگوشت ما هم بپزه، بعدش باید بهش رب و سیب زمینی و ادویه‌جات اضافه کنم. دیگه کار خاصی فعلا نداریم، باید بریم قابلمه و دیگ و اینا رو آماده بکنم برای شعله زرد. بله آقا سعیدم با نون تازه اومد برای هم صبحونه هم آبگوشت نهار. بستیم. مرسی. چرا درها رو نبستی؟ اینم در بچه ها کنه هست؟ بچه ها بالا. خب پاچه رو یاد نمیزنیم باش. قلمه رو گذاشتیم که داغ بشه، آب ریختیم یه جوشه، اینجا رو شستم همه رو تمیز، میزینا رو هم گذاشتیم اینجا. این در حیات مریت رو میشورن، مامان هم داره فلفل میچینه از حیات، اینم آقا سعید دستت در نکنه. مرسی. آب بجوشه برنج رو بریزیم انشالله. رحمان رحیم.
مسل علی محمد و آل محمد. ان شاء الله کرونا تموم بشه. روی رفتگان شاد باشه. جوونا خوشبخت بشن. هر کس هر مشکل گری داره ان شاء الله باز شه تا سال بعد خودش هر چقدر دوست داشت درست کنه. ان شاء الله. شکرش هم بیاریم بریزیم. شکرش این شکرش رو بریز. شادی بیا هم بزن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی آمین. بقیه مهمونه تشریف آوردن. خسته نباشی. ممنون. مرسی. نیسته شما همونجور شده چون قبول بسه. مرسی. سما خانم سما جان بیا هم بزن. برو ماما هم بزن. برو دعا کن موفق بشی سلامت باشی. دعا کردی سمو خانم؟ یادم میره. هر چی که تو دلته دیگه برای موفقیت سلامتی کراش رو خلالش هم بلد باش. میجا اون داخل یخچال کره رو بیار. نهارم آبگوش گذاشتیم که آبگوش دید. نون سنگک هم گرفتیم. همون رو گروه نگاه کن. آره کرا رو بیار. این هم سنگک ها رو برش زدیم. آب گوشتمون هم یه نگاه کنیم. به به جای همه خالی. اینم آب پشت نهار. اینم خلال بادومی که داخل گلاب خیس کرده بودن. بریز بیسیم دیگه. بیسیم دیگه بیسیم دیگه بیسیم دیگه. آخر سر کراهاش هم اضافه میکنیم و یک گلابش هم اضافه کنیم. تموم. دم بندازیم. آره دیگه بمونه دم بیاد. شله زردمون آماده است. تو ما نهارم رو بخوریم. اینم دمش. جان. نه اندازه است. دیگه تموم شد. دم بذاریم. بعد دیگه شله رو پخش کنیم. خب سفره نهارمون هم گذاشتیم. آسایی نیست که خیلی گوش نشه. الان میاریم. مامان داره میکشه. سم آب لیمو رو بیار بابا. هم آب گوشت من پس. سم از پس. آب گوشت بوی باش.
چرب و چینی. اینو بخورید میخوابید. یه شعله زرداری که بخش کنه. بکش آسایی. بفرمایید. چرب دنبه داره. چربه چربه. خیلی چربه داره. چربی ما بکنه. الان آب لیمو میارم که ببره. نمیتونم ولی باز. میبره. اینم که مواد کوبیده. همه رو نیوردم. گفتم زیاده. باش. خب شله زردمون حاضر شده. داخل ظرف رو بریزیم. شروع دیگه خطرش نفهمید مشکل داره. خب بچه ها شروع کنید به تزیین کردن. یه وسیله گذاشتم. چه خوشمزه شده؟ عالی. میشه جان. شله همه حاجت روا بشن. هر کس هر نیتی داره سال بعد خودش بپزه. خانم واسف رویت گلی. برای بانیش هم سلامات. الله هم سل الله محمد باله محمد. صدرا شله زرد میخوری؟ دلم میسوزه نمیبینم اینجا. بابا نم 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 نم. یکی فرق داره. همه رو خوشگل تزیین کنیم بچه ها. نه رو خواهد خیلی یه ذره مایه بذارم. کجا میخوای ببری؟ یکی منو یه چای تازه دم بخورین خستگیتون در بره. خالی فریزه. از تزیینات شعله زردمون. میگم مثلا قبل برق رفته اومده. بعدا یکم دفعه هم بفرمایید چای. خلاص نمیشه نسی خودی. نه آقا سعید. تو غروب زیبا ببینید فقط چه غروب قشنگه. اینجا خداشکر همه تمیز شد و برگشت به حالت قبل. اینم از غروب زیبای ما. رفت از کفم تاب و توان ای برادر جان، ای برادر جان. قرآن بخوان، قرآن بخوان ای برادر جان، ای برادر جان. در خاک و خون پوشیده ای، ای هلال من. جان برادر یک نظر کن به حال من. در قتل گه دیدم به خون پیکرت غلطان، پیکرت غلطان. اینجا بنه بینم سرت ای مه تابان، ای مه تابان.
خب خدا رو شکر نظری امسال ما به خوبی برگزار شد. همه شعله زردا رو بسته‌بندی کردیم، تزیین کردیم و بچه‌ها بردن دارن پخش می‌کنن. فقط چند تا دونه مونده که اینا رو هم بیان ببرن به صاحباشون برسونن. آشپزخونه رو هم رو تمیز کردم. آسایدم زحمت کشید. گاز و اینا رو هم رو جمع کرد، بالکن رو تمیز کرد. خدا رو شکر دیگه کاری نمونده. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه ما بودین. همیشه همراه ما هستین. برامون کامنت های قشنگ میذارین، لایک میکنین. امیدوارم همتون سلامت باشین و حال دلتون خوب باشه.